بیننده های عزیز خوش آمدین به ادامه برنامه اسراریوا. مهمان داریم محترم استاد مسعود بهره، استاد دانشگاه با ما همراه هستند. به سلسله موضوعاتی که هر هفته با جناب استاد در ارتباط به تکنولوژی داریم، میخوایم در ارتباط به تکنولوژی و بانکداری صحبت بکنیم. انشالله که با ما همراه باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز برنامه عصر هریوا تلویزیون جهانی اصلاح، و سپاسگزاری میکنم از شما بابت برنامه های بسیار زیبای اجرای بسیار زیبایی که دارین، و امروز هم در خدمت شما هستیم بازم با بحث تکنولوژی و یک بحث جدید تکنولوژی در قسمت بانکداری. دقیقاً جناب استاد، فکر کنم چندین برنامه هست ما صحبت میکنیم، ولی باز هم هر هفته موارد جدیدتری هست که امکان داره ما روزها و ماها و سالها با اونا سر و کار داشتیم، ولی به این پی نبرده بودیم که چقدر همین تکنولوژی تونسته که نقش خود ایفا بکنه، و اگر روز همین تکنولوژی نمی بود با چه موانع و با چه چالش های ما در زندگی روبرو می شدیم. این هفته درباره تکنولوژی و بانکداری، یکی از سیستم های بسیار که نقش خود داشته در هر قسمت در بعد اقتصادی، میخواییم صحبت شما و مقدمه شما رو داشته باشیم. تشکر از شما. دقیقاً بحثی که اول شما فرمودیم بسیار زیبا هست. تکنولوژی ما در حقیقت در این برنامه سعی میکنیم که گستردگی تکنولوژی برای بیننده های عزیز بیان بکنیم، چقدر تکنولوژی میتونه گسترده باشه، در چه قسمت های از زندگی ما امروزه رخ نکرده و چی خدماتی برای ما انجام داده. و بحث اصلی چیزی که ما میخوایم قبل از اینکه به موضوع اصلی برنامه بپردازم میخوایم تاکید بکنم این است که ما برای بیننده عزیز میخوایم بفهمانیم یا توضیح بدیم که تکنولوژی چقدر میتونه مفاد داشته باشه و چی رقم ما از او استفاده بکنیم. در حقیقت بحث اصلی ما، بحث داغ ما این است که از او چی قسم استفاده بکنیم، امروز استفاده کنیم واقعا خیلی میتونه کارایی داشته باشه. برمیگردیم به موضوع اصلی بحث امروز ما و شما که تکنولوژی و بانکداری است. امیدوارم که بیننده های عزیز از این استفاده کنن، به خصوص کسانی که در بخش های بانکداری و سیستم های بانکداری و مالی و ایگا پاس رو کار دارن، انشاءالله که بشه از این استفاده کنن. در قسمت بانکداری امروز ما و شما شاهد از این بحث هستیم که امروز کلن سیستم سنتی بانکداری تغییر داده. بله. به چی تغییر داده؟ به سیستم بانکداری دیجیتال تغییر داده، به سیستم بانکداری موبایل تغییر داده. امروز بانک شما، پول شما و تمام دارایی شما در یک داخل یک موبایل شما هست، داخل یک اکانت شما هست که یک حساب فقط یک نام کاربری داریم و یک رمز داریم. بلد. داخل ازی تماما سیف شده. شما ببینید چقدر دنیا رو کوچک کرده و چقدر کارها راحت ساخته. امروز بانکداری دیجیتال در کل دنیا هست و امروز در افغانستان هم خوشبختانه ما از بانکداری دیجیتال استفاده میکنیم. امروز شما میبینیم که به یک بانک وقتی مراجعه میکنیم و یک حساب بانکی داریم، برای شما اگر حساب اینترنتی بگیم یا حساب دیجیتالی بگیم یا حساب الکترونیکی بگیم، برای شما یک حساب میسازن به کنار از اون، به اختیار شما میگذارن. شما از این طریق میتونیم از طریق گوشی خود، از طریق لپتاپ یا از طریق هر جایی که اینترنت به دسترس شما باشه، از طریق اینترنت وارد سیستم بشیم، تمام پرداختی های خود از طریق همی انجام بدیم. بله. تمام نقل و انتقالات خود از طریق همی انجام بدیم. هر کس برای شما پول روان کنه میتونیم ببینیم که این لحظه به شما پول اومد، پیام به شما میاد. بله. هر لحظه که شما پول پرداخت کنیم حساب شما به شما نشان میده که بقیه هم قدر حساب داریم. تمام ترانزکشن ها یا تمام انتقالاتی که شما در طول چند مدت داشته میتونه گزارش از رو ببینیم که من چی وقت به کی پول دادم. تمام گزارشاتی که انواع گزارشات شما خواسته باشه میتونیم اونجا دسترسی بود داشته باشیم، میتونیم پولا رو به شکل‌های مختلف انتقال بدیم، حتی تبادل اسعار اگر بعضی بانک‌های خدمات داشته باشن میتونیم تبادل اسعار انجام بدیم، یک پول به پول دیگه تبدیل بکنیم. یا در کنار از او ببینیم شما مسائل ATM ماشین ها که امروز شما میبینید، اتوماتیک تیلر ماشین ها یا ATM ماشین ها، این ماشین های خودپرداز که ما برای از او میگیم در خیلی از بانک ها هست، یک نرم افزار داره یک سخت افزار داره. ببینیم پول از داخل از شما چقدر به راحتی ایجاد کنه. نه شما نه وقت شب میرین بانک بسته است، روز جمعه میرین بانک بسته است، یک وقت تعطیلی میرین بانک بسته است، نه وقت میرسیم به بانک تعطیل شده، یک کار عاجل هم داریم باید چی باید کرد، همین امروز هم پول به کار داریم، همین لحظه پول به کار داریم، باید یک جای پرداخت کنیم. چقدر تکنولوژی سهولت آورده. یک دستگاه به بیرون است، شما میرین رمز خود وارد میکنیم با چیزایی که تایید کنه که شما فرد درست هستیم و از شما میخواید اونا رو میدیم برای دستگاه، و دستگاه برای شما یک مبلغ پول میده.
حتی این تیم ماشینه هست که میتونه شما پول هم توسط زود پرداخت کنه. چقدر سهولت ها ببینیم تکنولوژی بله. حتی در سایر کشورها تمامی رد و بدل های خیلی کوچک از اونم توسط یک سری کارت هایی هست که اصلا اونا در کل خیلی کم خود پول نقد در همراه خود رد و بدل میکنن و یا هم به از یک مکان به مکان دیگر انتقال میدن، فقط توسط یک کارت میتونن که مو پرداختی های خود را انجام بدن. حتی از لحاظ ایمنی هم خیلی تونسته که اونا کمک بکنه. دقیقاً بحثی که شما فرمودیم گرچه جزء بحث ما بود حالا شد قبل از او توضیح بدم، یکی از خوبی هایی که تکنولوژی امروز در عرصه به خصوص بانکداری و حسابات مالی آورده ایمنی امنیت هست، سکیوریتی هست، امنیت بسیار بالایی با تکنولوژی شما داریم. در غیر از پول فیزیکی میفهمیم میشه ناامن هست و شما انتقال یک پول بزرگ من میخوایم شما پول بپردازم از یک سمت شهر تا یک سمت شهر میام، تا اتفاقات هست، حادثات هست، مسائل هست و بسیار مشکلات ممکن وجود بیایه و حتی زمان فقط امنیت از این حذف کنیم، فقط زمان و هزینه از این ببینیم من از یک جایی بیام به یک جای دیگه به شما پول بدم، خودفتن میتونم امور پرداخت کنم. امروز در تمام دنیا چیزی که شما فرمودیم رایج هست که اونا از کارتخان ها استفاده میکنن و از کارت ها تمام چیز پرداخت میشه، حتی در حد کم هم بسیار کم افراد شما میبینیم با خود پول داشتن، اصلا هیچ چیزی پول مثلا در حد صفر پیش خود پول فیزیکی ندارن و پرداخت میشه. ولی در کشور ما هنوز زیاد رایج نشده، انشالله امیدواریم با آینده ها بشه که ما از این امنیت برخوردار باشیم، دیگه لازم نباشه ما پول فیزیکی خود خود حمل کنیم یک جایی بریم یک چیزی بخریم، همه جا کارتخوان ها باشه ما متنبه بله. کارت هست. خود دیجیتالی شدن این پول و تبدیل به تکنولوژی چقدر میتونه برای جلوگیری از فرسودگی خود پول نقد کمک کننده و جلوگیری بکنه؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. امروز ببینیم ما بحثی که یکی از مشکلاتی که امی تا می حالی هم ما با او دست و گریبان هستیم بحث فرسوده شدن پول های و بانک نوت های ما و شما هست که در بازار دست به دست میشه. خب یک پول طبعا هر روز 5 6 10 نفر او رو از یک جا به جای دیگه انتقال میده، خب فرسوده میشه و این باز یک هزینه داره. نه ما از سیستم بانکی و اینا زیاد آگاهی ندارم، ولی یک هزینه داره تا اینا چاپ میشه و مرد و دسترس همه قرار میگیره، انتقالات از این چاپ از این و دیگه گپا. ببینیم اگر پول دیجیتالی باشه چقدر میتونه این کارها باشه. اکثر کارهای ما و شما در حد بسیار فیصدی بالایی میتونه که از طریق ترانزکشن های دیجیتالی انجام بشه، بسیار راحت، بسیار آسان و امنیت از اون بسیار بالا و از فرسودگی و گپا هم جلوگیری از اینا هم جلوگیری. در تمام ابعاد تونسته که نقش داشته باشه، حتی در گذشته ها شاهد از این بودیم که حتی امکان داره همال هم در بعضی نقاط دوردست مبلغ پولی که دارن به یک مکان یا حفر بکنن و یا هم به شکل از اشکال رو مخفی بکنن، ولی توسط می سیستم بانکداری در یک جای محفوظ میتونن که اون پول خود رو نگهداری بکنن و هر وقت ضرورت داشتن دوباره پس تحویل بگیرن و یا هم انتقال بدن از یک کشور به کشور دیگه. دقیقاً بحث نگهداری از او در هر جا به خصوص در جاهایی که ما و شما امنیت زیادی نداریم بسیار بحث یک چالش برانگیز است، یک چالش هست در حقیقت. اکثر وقتا افرادی هستند که با این یعنی در حقیقت به مشکل روبرو میشن، نگهداری یک مقدار پول زیاد واقعا یک چالش هست. امیال به خانه کسی داشته باشه همیشه تشویش داره، نگران هست که شاید گم بشه و مشکلات از این قبیل گپا. امروزه تمام این حسابات حتی صندوق های امانات جور شده در سیستم ها که شما میتونیم در بانک های مدرن امروزی حتی دیگه وسایل جواهرات الماس وسایل بسیار قیمتی بالایی که داریم میتونیم در اونجا حفظ کنیم و به او هم حساب میدن برای شما. یک حساب دارین و میتونیم اونا بسیار براحتی بریم بگیریم ببینیم دوباره بگذاریم چیکار و یک جای به خصوصی رمز به خصوصی برای شما میدن، یک صندوق های امانات در اونجا میدن که رمز به خصوص. ببینید چقدر کار آسان ساخته. یا از ما یک دو نرم افزار جهانی نام میبرم که در سطح دنیا امروز استفاده میشه، اکثرا پول در اونا میتونه مثل گوگل والت بله. گوگل والت یک برنامه هست که میتونیم شما در پول ها به شکل یک بانک آنلاین هست شما نگهداری میکنیم، یک مقدار پول میدیم یک اکانت برای شما میده، مثل که ما و شما عکس خود در یک جای نگهداری میکنیم بله. یک اکانت مثل در فیسبوک نگه میداریم، در یک برنامه دیگه نگه میداریم، یک اکانت برای شما میده نه تماما میتونیم ریسیو کنیم پس عکس خود این پول هم شما میتونیم این کارو بکنیم. امروز ببینیم چقدر سهولت ایجاد کرده، چقدر تکنولوژی میتونه کار راحت بسازه. فقط در حد نقل و انتقالات بانکی الان
و شما شاید در روزانه یکی دو بار کار داشته باشیم، کسانی هست که روزانه 5 6 10 بار 20 بار 50 بار به با بانک لازمه که اکانت ها، تا برادرایی که تجارت دارن، کسانی که در بحث معاملات خیلی داخل دارن، انتقالات بانکی زیاد دارن و دیگه گپا، اینا همیشه سر و کار دارن با این. همیشه نمیشه یک نفر همیشه بره به بانک پول بگیره باز بیاره به یک نفر بده، باز دوباره نفر بعدی میای با بره پول بگیره بیاره، و از طریق موبایل بسیار راحت یک پیام میده، خلاص اکانت از او ترانسفر میشه به یک اکانت از او دوست دیگه و انتقالات انجام شد بسیار با راحت در ظرف چند ثانیه، ایمنتر و با هزینه بسیار. بله دقیقاً، حتی این بحث ایمنیر ما قبلا اشاره کردیم، خیلی از دوستا توسط همین مخفی کردن پول در خانه یا در یک مکان بیرون خیلی آسیب های دیدن، خیلی امکان داره حتی اون پول از اونا دوباره نتونستن که رو بردارن و یا هم به شکل ازش بال سیل آمده و یا جایی که افر کرده بودن دوباره کس رفته برداشته، چالش های زیادی روبرو شدن که با آمدن سیستم بانکداری تونسته خیلی از این چالش ها رو برطرف بکنه و با خیال راحت بتونن نقل و انتقالات پول و یا حتی نگهداری پول رو انجام بدن. جناب استاد، فکر میکنین با وجود آمدن سیستم بانکداری و همچنان ای که ما بتونیم خود رو بفادیم با شرایط، کدام هزینه های زیاده در بر میگیره؟ هایا مردم امکان داره ترس از این داشته باشن که فردا روز همین بانک ورشکست بشه و یا هم پول ما چی بشه؟ آیا کدام مواردی هم وجود داره یا خیر؟ در حقیقت تکنولوژی بحث از او ایجاد سهولت هست. حالا اگر بحث سهولت ما با قیمت بیایم مقایسه بکنیم، در مقابل سهولتی که ایجاد میکنه ارزش از او بسیار کم هست، یعنی هزینه از او بسیار کم هست و بانک ها یک سرمایه گذاری میکنن. در حقیقت دو دلیل داره سرمایه گذاری تکنولوژی در بانک ها، دو تا دلیل داره. دلیل اول بحث ایمن بودن از او هست، به خاطر ایمنی کار مجبورن، یعنی بحث مالی هست. در جاهایی که بحث زیاد مالی اساسیت نباشه امنیت هم زیاد مهم نیست، ولی در یک بانک بسیار امنیت رول بسیار مهم میداره، باید این کار انجام بشه. به من خاطر هم هست که اینا سطح امنیتی بسیار بالای از نگاه تکنولوژی باید داشته باشن، سرورهای بسیار خاص استفاده کنن، اکانت های نرم افزارهای بسیار خاص استفاده بکنن، اکانت ها بسیار حساس باید بسازن و همیشه کنترل رو از او داشته باشن و این گپا باید باشه که اونا هست. و بحث دوم بحث سهولت هست برای مشتریان. بانک ها باید من حیث یک مرجعی که تعداد افراد زیادی در اونجی همیشه در حال نقل و انتقالات پول و منابع مالی هستن، باید یک سهولت ایجاد بکنن برای افراد و این افراد بتانن به راحتی از استفاده بکنن. کمی سهولت توسط همین تکنولوژی در حقیقت ایجاد شده. اینا با ساخت یک نرم افزار ساده بانکی میتونن که از اینا از زیاد نیست، از اینی البته همین نرم افزار، البته نرم افزارهایی که خود بانک ها استفاده میکنن از اینی کمی بیش از معمول داره، نرم افزارهایی که حسابات در او قرار میگیره، ولی همین نرم افزارهایی که برای خدمات مشتریان میدن زیاد هزینه ها نمیبره و مشتری میتونه به راحتی وارد از سیستم ها بشه و ایمن همه نقل و انتقالات پولی خور انجام بده. در مقابل خدمات از او اگر حساب کنیم از این زیاد نیست. دقیقاً بله. و در کل اگر خواسته باشیم سهولت ما بیشتر بشه، طبعا اگر کدام هزینه اولیه هم داشته باشه به خاطر اون سهولت هم روزه که ما سر و کار داریم حتما پرداخت میکنیم، چون امکان نداره انسان به خاطر سهولت خود کدام کاری که نسبتا هزینه داره انجام نده. و همچنان در قسمت سهولت ها صحبت شد جناب استاد، امروزه یکی از مواردی که بیشتر با بانک ها سر و کار داره هم پرداخت بل برق و همچنان دریافت معاش از طریق بانک ها که متاسفانه یک سری موارد امروزه کمتر توجه شده. شما اشاره کردین که توسط اکثر نرم افزارهای موبایل حتی میتونن که پرداختی های خود را انجام بدن و پولی که میخواین دریافت بکنن، ولی هنوز هم که هنوزه باز هم نسبتا ما به او پیشرفت نرسیدیم که امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد سهولت های خیلی زیادتری باشیم. دقیقا فرمودی شما معقول هست. همین حالی هم ما متاسفانه می چند وقت پیش عملا خود می دیدم در صفحای بعضی بانک ها می بینید صفحای طولانی هست به خاطر پرداخت بل برق و آب و اینا،
من امیدوارم که سر از این موضوع تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی بیشتر کار بشه. اگر موانع قانونی هست سر رای از او دولت موانع برداره، و اگر موانع سرمایه گذاری هست سر از او بانک ها بیاین بیشتر سرمایه گذاری کنن، سر از او نرم افزارهای سهولت های ایجاد بکنن که دیگه لازم نباشه افراد واقعا در تمام دنیا شما اگر برای هیچ کسر در صف بانک بسیار به ندرت شما کسر میبینیم که در صف بانک به خاطر یک پرداخت به خاطر یک پول گرفتن پول او استاد باشه و بسیار راحت و سهولت گرچه نفوس بیشتری دارن و ترانزکشن های بانکی از اونا هم بیشتر است، نقل و انتقالات زیادتری انجام میپذیر، ولی شما کسر نمیبینیم. صرف دلیل از او ای هست که اکثر ترانزکشن ها آنلاین انجام میشه و ما امیدواریم که اینا انجام بشه که دیگه ما و شما کسر در صفحه بانک چندین نفر نبینیم پشت سر هم. انشاءالله. جناب استاد، بحث تکنولوژی و بانکداری یک بحث بسیار وسیع است. هر هفته ما موضوعاتی که صحبت میکنیم متاسفانه امکان داره ما نتونیم به تمام جزئیات و به تمام موارد از او بپردازیم، ولی کوشش میکنیم همون کلیات بحث صحبت بشه و که مردم آگاهی بیشتر پیدا بکنن و بدانن که تکنولوژی در گوشه گوشه زندگی از اونا ریشه کرده و باید به نحو درست و احسن از او استفاده بکنیم. دقیقاً بحث تکنولوژی بحث بسیار گسترده هست و اگر ما ساعت‌ها و روزها حتی روی از صحبت بکنیم حتی در یک مورد خاص باز هم وقت میگیره، ولی متاسفانه زمان ما کم هست و در برنامه زمان و میخواییم آخرین صحبت‌های شما پیرامون موضوع امروز همچنان داشته باشیم. امروز بحث آخر این قسم جنبندی میکنیم خود شما که امروز تکنولوژی در حد متوسط حداقل اگر حساب کنیم ما در سیستم های بانکداری داریم. بله. من خواهشی که دارم از دوستایی است که دسترسی به سیستم های آنلاین دارن، اینا هم من یک گلایه دارم از اینا که اینا هم در امون صفحه بانک استاده هستن و ترانزکشن انجام میدن، در حقیقت باعث از این میشن که یک نفر دیگه هم اونم که نداره ما اکانت ندارم حساب ندارم مجبور هستم بلا برخور فیزیکی پول تحویل کنم، اون نفرم میای مسته و حساب میرو باد. من امیدوارم که حداقل همینا به صورت اگر لازم هست که برنامه آموزشی ببینن از بانک خواهش کنن که برای دسترس از اون قرار بده، از دوستای دیگه خواهش کنن که اکانت ها از اون فعال بکنه، کسایی که با تکنولوژی سر و کار دارن میفهمن با این برنامه آشنا هستن. و تاکیدی که دارم این که به هیچ عنوان از نگاه ایمنی رمز و حساب کاربری خور به دسترس کسی دیگه قرار ندم، در جای دیگه در کامپیوتری که باز کردن اون مطمئن باشن که پس بسته میکنن، از حساب خود خارج میشن، حساب کلا ما لاگ اوت میگیم یا بیرون خارج شن کلا از حساب، باز نمانه، در جای از نگاه ایمنی چیزا رو مراعات کنن، رمز رو با کسی به اشتراک نگذارن و بیاین از تکنولوژی که دارن استفاده بکنن که انشالله ما روز به روز گسترش پیدا کنه دیگه، شاید حساب انتقالات آنلاین یا دیجیتال بانکینگ باشه. بله دقیقاً. تشکر میکنم از حضور شما محترم استاد مسعود بهره از این که در برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کردین و صحبت‌های خیلی خوبی داشتین. تشکر از شما من. و تشکر میکنم از توجه شما دوستان عزیز، در ادامه برنامه با ما همچنان همراه باشید.